مقدمه آقای خانم خبرنگار که سوال داره سوالش کوتاه میپرسه جواب کوتاه میدم، کسی میگه خارج از این صحبتی نمیکنه. ببخشید یه خورده دیر کردم. سال اول آقای سخنگو، ما کم کم داشتیم امیدمون از دست میدادیم که شما بیایید. سعی کنید دارم که تو زندگی همیشه امیدوار باشی. هیچ وقت خاصیت چیزایی رو که ندارین عزیز دل من نخورین. یه چیزایی مثل زیبایی، کیپ خوب، کلاس بالا، احترام، خلاصه این وجنات و سکنات، حالا ما که همه این چیزا رو داریم چیکار کردیم؟ چه گلی به سر این نظام زدیم؟ برو اول بعدی سوال تو بکن. میخواستم بدونم از بیروت چه خبر؟ خب الحمدلله دستبوسه. یک کسالتی براشون پیش اومده بود که به قول قوه الهی و وجود دکترهای حاضق حزب‌اللهی در حال درمانه. این که میگن جمهوری اسلامی در داستان بیروت دخالت داشته درسته؟ طبعا درسته. خب کارخونه مونه. همین چند وقت پیش شورای شهر اعلام کرد که بیروت کارخونه تهرانه. اختیارشو داریم. بعدم تازه به تو چه؟ نه آخه تو به تو چه تا بده؟ چرا راجع به وضعیت آقاهاشمون قندهار نمیپرسی؟ چرا راجع به پسرخالمون بغداد نمیپرسی؟ عد پیره کردی به خارخوندمون؟ خجالت بکش. خبرنگاری؟ جز اصحاب خبری؟ خوبه الان من زنگ بزنم به جرم ایجاد مزاحمت دستگیرت کنم؟ نه خوبه آقا، این خوبه من این کارو بکنم؟ خوب نیست دیگه. او خواهرمه، معلومه تو زندگیش دخالت میکنم، خیرشو میخوام. ای صحبتی داری تو؟ میتونی بری به بابات بگی بره پیش بابامون تمام مقام معظم باشه صحبت کنه. شاعر میگه که تو منو دعوت کن به شهر بیروت، تا بیام با موشک تو چشم و ابروت، تا بیام با موشک تو چشم و ابروت. اخیرا آژانس انرژی اتمی در گزارشی که دادن از ابعاد احتمالی نظامی پروژه هسته‌ای ایران خبر دادن. خواستم نظر شما رو بدونم. عرض کنم خدمتتون که ما با این قسمت گزارش کاملا موافق. یعنی ما میخواییم به عنوان اسلحه از انرژی اتمی استفاده کنیم؟ ایتو بدیم. شما اینجا اینو میبینی؟ اینو میبینی؟ این اتم رو میبینی؟ کسی هست اینجا که این اتم رو ببینه؟ نه. باریکلا. با چشم غیر مسلح نمیشه اتم رو دید. چون خیلی ریزه، یعنی ریزه نمیبینیمش. به همین خاطر ما باهاش اسلحه درست میکنیم، میبندیم به چشمون، بعد میتونیم اتمو ببینیم. ولی دیدمون باهاش چیه؟ صلح‌آمیزه. میخوایم با چشم مسلح به این اتم نگاه کنیم. انرژی هسته‌ای برای فردای ایران چه کاربردی داره؟ فردا ازم به خدمت انور که فردا چند شنبه هست؟ جمعه است آقای سخنگو. والا امت همیشه در صحنه جمعه هیچ کاری نمیکنن. ما اکثرا میریم نماز جمعه. شما هم تشریف بیارید. امام جمعه این هفته حجت الاسلام و المسلمین حاجی احمد خاتمی خود در تصدیق روح شریف راه هستن. آتی هستن قول دادن این هوا. نفر بعدی. نظرتون راجع به رئیس جدید مجلس آقای لاریجانی چیه؟ والا نظرمو به خودش گفتم. خودشو میدونن. میشه بفرمایید چی گفتی؟ گفتم که آقای لاریجانی تو دلم جا داری. ای خدا کار دنیا رو می‌بینی؟ دل ما شده اینو گاف داری. سوال من اینه که این همه حرف و حدیثی که حول برکناری آقای پور محمدی هست چیه؟ والا این موضوع یه موضوع راهبردیه که باید اونو در حوزه افکارمنشی و در ارتباط ساکروفیولوژی که یک نوع خودشیفتگی در هنجارهای اجتماعی و سوانه سوختگی ناشی از اون که این روزها در سطح شهر تهران به صورت طرح‌های مختلف امنیت اجتماعی از طرف نیروی انتظامی به طرف اتوبان شفاعت‌الله نوری و پل افسدیه که یک طرف هم هست می‌بینیم. البته مشته بودم برده بیدیم. بعد اینا چه ارتباطی با برکناری آقای پور محمدی دارن؟ بس ارتباطات خودش رابطه تنگ و تنگی با واسه بودجه داره که ما البته کمبود بودجه رو با آب و حوض کشیدن و پارو کردن برف تو فصل تابستون تامین میکنیم. از طرف دیگه ناصرالدین شاه در جریان تعقیب گریز به دست یکی از عوامل سینمای هالیوود کشته شد. البته من نمیخوام اینجا دلتو بشکنم. به خاطر این سوالت میخواستم برات چند باشم تو از صبح تا شب برات بسوزم. به خاطر همین سوالی که کردی. هله هی باقایون که ایدیسون برق اختراع کرد. نفر بعدی سوال باشه. آیا این حرف درسته که میگن دولت نهم یعنی دولت آقای محمود احمدی نژاد توانایی مهار تورم رو نداره؟ والا عرض کنم خدمتتون که در این رابطه و این مسئله که استمنام سون سینی و سیب و
سیندرلا دیده بسته مجا بسته صاحب سیما و سیمیان سیمان و سه تا از این سه سیما و سه 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 تا دو بسته بودم بسته بیده استی و سو سی سه و 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 البته سه و سه و سه آقای سخنگو من سوالمو فارسی کردم، میشه بگین شما با چه زبونی به من جواب دادین؟ مطمئنی فارسی فارس شدی؟ من چون فارسی رو جواب دادم. البته دل به دل راه داره میدونی؟ عجب دل دریایی دارین شما آقای سخنگو. قربون شما برم نظر لطفتون. البته مهم نیست که البته مهم نیست که دل دریا باشه یا برکه، مهم اینه که چی؟ نذاری کسی جوراب باشه توش بشوره. خب آقایون کنفرانس مطبوعاتی در اینجا به پایان میرسه، امیدوارم که تمام سوالاتتون به جواب رسیده باشه. تا برنامه بعدی خدا.